حسین خواجه امیری. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج در 11 دی 1311 در شهر خالدآباد نطنز از توابع استان اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدر بزرگش ملا میرزا از خوانندگان به نام زمان ناصرالدین شاه بود و پدرش نعمت الله که از صدای خوش و رسا برخوردار بود و ردیف می دانست مدتها او را تحت تعلیم خیش قرار داد. ایرج که نام اصلی او حسین است در آن زمان به خاطر محدودیت های ارتش نمی توانست از اسم خود در اجرای برنامه های هنری موسیقی استفاده کند. به همین دلیل نام مستعار ایرج که نام برادرش بود را برای خود برگزید. وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران رفت و در یک میهمانی با حمید وفادار، برادر مجید وفادار آهنگساز آشنا شد. وفادار که در آن مهمانی آواز تاثیرگذار ایرج را شنیده بود، او را به استاد ابوالحسن صبا معرفی کرد. ایرج در سال 1326 به مکتب ابوالحسن صبا راه یافت و 2 سال پیاپی در حضور او دانسته‌های خیش را تکمیل کرد و به وسیله وی به ابراهیم خان منصوری که مسئولیت سرپرستی رادیو ایران را بر عهده داشت معرفی شد و چون مورد تایید صبا بود از او آزمونی گرفته نشد. در سال 1336 به دعوت داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه گلها به این برنامه راه یافت و در نخستین همکاری خود با این برنامه برگ سبز 43 را در مایه شور ابوالعطا و با همکاری علی تجویدی و فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح خواند. ایشان علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف رادیویی به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی همت گماشت و بازیگران زیادی از جمله محمد علی فردین، منوچهر وثوق به لبخانی ترانه های وی می پرداختن. نخستین فیلمی که ایرج در آن ترانه خواند فیلم روزنه امید بود. ایشان در سال 1392 دو آهنگ جدید را با آهنگسازی عباس تجویدی یار دیرینش خواند که هنوز منتشر نشده است. او پدر احسان خواجه امیری خواننده و آهنگساز و الیکا خواجه امیری نوازنده می باشد. ایرج در دوران فعالیت هنری خود بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه در برنامه‌های مختلف خوانده است. او در طول سالها فعالیت در زمینه موسیقی با هنرمندان زیادی همکاری داشته است. یک کتاب به نام ایرج نابغه آواز ایران را با همکاری نویسندگان دیگر از زندگی ایشان زیر نظر خودش نوشتند. جوایزی همچون نشان درجه 1 فرهنگ و هنر معادل مدرک دکترا به پاس سالها تلاش مستمر در زمینه موسیقی اصیل ایرانی در سال 1388 را دریافت کرده است. از جمله آثار او به نیاز، پرنده، گل من و برنامه‌های برگ سبز و گل‌های رنگارنگ می توان اشاره کرد. دوری تو به چسته به چارم.